یک تصور نادرست جا افتاده که حقوق زنان و حق آزادی مذهبی یا عقیده با هم در تضاد هستند، اما در واقع این دو جدایی ناپذیر و وابسته به هم هستند. تحقیقات به این شکل نشون داده که رابطه بسیار قوی بین سطح فشار مذهبی بالا و نابرابری جنسیتی در بعضی کشورها وجود داره. بسیاری از کشورها به مذهب اجازه تبعیض و کنترل میدن، مخصوصا در بین زنان. خیلی دردناکه که در جامعه‌ای باشید که مذهب یا ایدئولوژی صرفاً به دلیل زن بودن رفتار و پوشش شما را تعیین بکنه و انتخاب‌های شما را محدود بکنه. اغلب زنان از تنبیه شدن یا طرد شدن به خاطر انجام کاری که مورد تایید خانواده نباشد میترسند. من و خواهرم چون دختر بودیم اجازه نداشتیم ورزش کنیم، اجازه نداشتیم بعد از مدرسه با دوستامون معاشرت کنیم، ولی بعد از اینکه خانواده‌ام به جامعه بازتر نقل مکان کردن، فرصتی مهیا شد که ما رویاهای متفاوتی داشته باشیم، به چیزهای جدید دسترسی پیدا کنیم و به دنبال تواناییامون باشیم. زنان و دخترانی که از اقلیت‌های مذهبی می‌آیند، دو برابر یا حتی سه برابر دیگران قربانی تبعیض می‌شوند. آنها اغلب هم توسط فرهنگ اکثریت و هم توسط جامعه مردسالار مورد تبعیض قرار می‌گیرند. اغلب این سوء تفاهم هست که آزادی مذهب یا عقیده از دین و اغلب ادیان محافظه‌کار و مردم سالار محافظت می‌کنه و میشه این رو مانعی برای برابری جنسیتی دونست. اما آزادی دین یا عقیده از فرد محافظت می‌کنه نه از دین و میتونه مسیری برای توانمندسازی زنان باشه. آزادی مذهب به زن این حق رو میده که خودش انتخاب کنه به چه چیزی اعتقاد داشته باشه و چطور بر اساس اون عقاید زندگی بکنه. زمانی که این آزادی سلب میشه، احتمال زیادی وجود داره که سایر حقوق انسانی اون مانند آزادی بیان و خلاقیت هم نقض بشه. هرگز نمیشه از آزادی مذهب و عقیده برای نقض حقوق بشر زنان و دختران استفاده کرد. در یه جامعه باز و چند دینی، افراد تشویق میشن که ایمان خود را در هماهنگی با حقوق دیگران به کار ببرن و عقاید مذهبی خود را به دیگران تحمیل نکنن. آزادی عقیده به معنای برابری حقوق شهروندی زنان و مردان به زنان حق انتخاب میده و اجازه میده صدای اونها شنیده بشه. زنان از تساوی حقوق برخوردارن، آنطور که صلاح میدونن ایمان خودشون رو زندگی کنن. یکی از مشکلات مهم زنان در برخی مناطق جهان عدم آموزش در مورد آزادی عقیده است. اغلب رهبران و رسانه‌ها از آگاهی آنها در مورد آزادی عقیده و اندیشه جلوگیری میکنن. بسیاری از زنان از حقوق خود بر اساس قوانین اساسی کشورشان آگاه نیستند. آزادی عقیده و اندیشه مهم هستند، چرا که به فرد این حق رو میدن که عقاید و هویت خودش رو شکل بده و اونها رو بیان کنه. در دبیرستان من و خواهرم کاپیتان تیم بسکتبال شدیم. ورزش برای من دریچه‌ای برای آزادی شد. یک فضایی دور از ارزش‌ها و انتظارات فرهنگی پدرم. و این مسیری رو ایجاد کرد که بتونم خارج از محدودیت‌های خونه فکر کنم و رویا پردازی کنم. آزادی عقیده یعنی آزاد بودن برای کشف اینکه چه کسی هستید. برای اینکه بفهمید شما کمتر از یک مرد نیستید و حق دارید بدون ترس از خشونت یا واکنش شدید خانواده یا دولت به جستجو و یافتن پاسخ بپردازید. وقتی که زنان دارای آزادی انتخاب عقیده باشند، به این منظور که به چیزی که دوست دارن باور داشته باشند، برای آینده امکانات جدیدی ایجاد می کنند. آزادی عقیده اجازه می دهد که شروع کنند برای خودشان تصمیم بگیرند و این دنیای اطرافشان را پرثمر می کند.